بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از بحث افضلیت امام که یه تتمه بود بنا شد که آیان مطالعه بفرماین، میرسیم به بحث عصمت امام که از دیدگاه عقل اول بررسی کنیم و بعد از نظر آیات قرآن و از جنبه وحی، از نگاه وحی. بحث عصمت بدون شک یکی از مهمترین یا بلکه مهمترین بحث امامت از دیدگاه شیعه است. اگر ما بخواهیم در مباحث امامت مسئله ای را یا بحثی را مطرح کنیم که شاخص باشه مایز ما بین مذهب شیعه و مذاهب دیگر باشه، بلا شک همین بحث عصمت امام است. بحث بسیار مهم است. خب حالا بحث حقیقت عصمت و اینها را ما چون در کشف المراد بحث نبوت که عصمت داشتیم اینا را بررسی کردیم، یه این مقدمه اش را فعلا ازش میگذاریم. اونجا من یادم هست که از همین مباحث هم اونجا استفاده شد و نقل کردیم را یاد مطالعه کنیم که عصمت از نگاه فلاسفه و از نگاه متکلمین عدلیه و از نگاه اشاعره، سه تا نگاه و سه تا روی کرده درباره حقیقت عصمت. این را در اون بحث عصمت نبوت گفتیم. حالا بعد یه خودتون مطالعه بکنید که ما این مقدمه را بگذاریم. بحث این استش که حالا عصمت یک قلمرو دارد، یعنی مواردی که عصمت مطرحه که عملی است در مقام عمل فرد معصوم هرگز ترک واجب نمی کند، هرگز فعل حرام را مرتکب نمی شود. این حالا حد اقل نشه دیگه، قدر متیقنش هست. در یک درجه بالاتر در عمل ترک مستحب هم نمی کنه و فعل مکروه هم انجام نمی دهد و به عبارتی ترک اولا هم از او سر نمی زند نی در مقام عمل. این دیگه در مرتبه عالی عصمت عملی است. حالا ما اینها رو البته برای رسول مکرم اسلام و اهل بیت معصومون حضرت قائلیم دیگه، ما شیعه چون اعتقادی داریم در عصمت عملی ترک اولا را هم برای این بزرگواران مجاز نمیدونیم، روا نمیدانیم. در مورد انبیای دیگر حالا نسبت به بعضی از اونها هم ممکنه چنین باشه، اما کلیت نداره ترک اولا. خب حالا اینا رو ما نمیخوایم فعلا بحث کنیم، مطالبی است که الان ضرورتی نداره. بعد میرسیم به عصمت علمی که بخش دیگر عصمته. عصمت علمی این است که امام یا پیغمبر در باب معارف و احکام دین اشتباهی و خطایی نمی کنه. این قدم اولشه، یعنی اولین مرحله عصمت علمی است. خطا نکردن، خطا ناپذیری در مورد معارف دین، احکام دین، اونچه که میخواهد مردم را بر اساس او راهنمایی بکنه که تربیت بشن، عبادت خدا بکنن. احکام دین هست، واجبات، محرمات، بیان اینها. این اولین مرحلهشه که عصمت علمی برای پیامبر یا برای امام که ما قائلیم اینه. درجه بالاتر از عصمت علمی این است که در مورد تشخیص مصالح و مفاسد زندگی مردم در امور اجتماعی، رهبری سیاسی، تصمیم گیری ها معصوم است. یعنی عصمت علمی مرحله دومش هم این می شود که همطور که عرض کردم اونچه که مصلحت مسلمین اختزا میکنه یا مکلفین اختزا میکنه در راه بردن، در رهبری عملی، در واقع تشخیصاتش درست باشه،
کامل باشه، دقیق باشه. اینم یک مرحله از عصمت علمی است. و مرحله دیگرش این است که در شناخت و تشخیص موضوعاتی که احکام شرع بر اونا مترتب میشه حکم را میداند. خب این یک مرحله از عصمته. حالا این حکم یه موضوعی داره، مثال ساده ای بخوام بزنیم، این که این مایع خارجی بیرونی مثل در عالم واقع هست، آیا شراب هست یا نه؟ او از شرب خمر باید اجتناب کنه، دیگران رو هم مثلا پرهیز بده. اما حالا این تشخیصش این است که این شراب یا مثلا سرکه هست مثلا، یا مایع نوشیدنی دیگر است. این هم یه مرحله از عصمته، این که او چه مقدار مقروضه، قرض گرفته، چقدر قرض گرفته مثلا، چون بالاخره ادای دین باید بکنه. حالا اگر در موضوع اشتباه بکنه سرایت میکنه به اون عمل، به اون حکم. این هم یه مرحله از عصمته. بالاخره موضوعات، موضوعات احکام، یکی هم مصالح و مفاسد اجتماعی در رهبری اجتماعی لازم میشود. این شد سه تا. پس در معارف و احکام یک، در مصالح و مفاسد اجتماعی بشر دو، در موضوعات احکام سه، و چهارم هم عصمت در امور عادی، امور معمولی زندگی، در این که مثلا یه چیزی میخواد برای خانوادش تهیه بکنه، همسرش، برای فرزندش، بله، خودش مثلا یک جایی میخواد بره، نشست و برخاست عادی، امور عادی معمولی زندگی، نسیانی نکنه یا مثلا دچار خطا نشه، اشتباه نکنه. اینم یه مرحله از عصمته. حالا اینا تصویر مسئله است. آیا وقتی عصمت علمی گفته میشود به این نطاق وسیع، به این دایره گسترده مراد هست، یا دلیلی بر همه اینها داریم و اصلا مقصود هست یا نه؟ این شد چهار تا. می شود اضافه کرد بر این چهار موردی که حالا در کتابم آمده عرض کردیم، چهار موردی در کتاب آمده، یک مورد پنجم هم قابل ضمیمه هست، با آن شناخت امام هست یا پیغمبر است در مورد مسائل طبیعی، در طبیعت شناسی، در شناخت عالم طبیعت، یا در مسائل تاریخی، حوادث تاریخی، میخواهد راجع به یک قضیه گزارش بدهد، از یک پیغمبری شرح حالی نقل کنه، از یک به اصطلاح امتی، فردی، ستمکاری، مؤمنی، صالحی، طالحی، گزارش های تاریخی معصوم بودن در این قسمت، یا میخواهد از یک پدیده طبیعی توصیفی ارائه بدهد، مثلا نور را توصیف بکنه، کره ماه را مثلا درباره اش توصیف بکنه، درباره وضعیت آسمان ها توصیفی ارائه بدهد، درباره مثلا که ستارگان، ثوابت، سیارات، هر شبت خدمتون که گیاهان، نقش دارویی گیاهان، غذاها، دواها و امثال اینها ما نیوردیم، ولی خب اینم حقش بود که می آمد، قابل طرحه. حالا امروز هم مبتلا به دیگه اون حرفایی که آقای سروش و اینا مطرح کردن به همین جاها میخوره، که ایشون میگوید که پیامبر در بیان معارف و عبادات و احکام معصوم بوده، خطا نمی کرده، اما در مسائل مربوط به تاریخ یا مربوط به طبیعت نه، ایشون عادی بوده، علمش همون در حد علم مردمان زمان خودش بوده و لذا ممکنه خطا هم کرده باشه. این بحث جدی است، اما اون وقت حواستان نبوده مطرحش نکرد. لذا میشه پنج تا در بحث قلمرو عصمت علمیه. پس یکی معارف و احکام، حالا عبادیات غیر عبادیات، یکی تشخیص موضوعات احکام، یکی هم مصالح و مفاسد اجتماعی، یکی هم مسائل عادی زندگی، و اضافه کنیم این را هم که مربوط به شناخت تاریخ، یعنی حوادث تاریخی و حوادث طبیعی، مسائل طبیعی.
حالا اینا طرح مسئله هست، یعنی قلمرو اسمت که قابل بحث ایناست. کتاب های ما نه در باب نبوت نه در باب امامت به این گستردگی مسئله را بررسی نکردن، دلایل عقلی اون را بیارن، دلایل نقلی اون را بیارن، طرح نکردن. خلاص بیشتر اون چیزی که در ذهن آیان بوده یا حالا تمرکز شدن اسمت عملیه، بیشتر در کتاب ها این اسمت عملیه است که مثلا اسمت را که اصلا معنا میکنن غالبا میگن ملکه اجتناب از گناه هست. اصلا این تعریف شامل اسمت علمی نمیشه، این ما اسمت را معنا کنیم ملکه اجتناب از گناه، مگر اینکه زمینه کنیم، کما اینکه بعضی آیان زمینه میکنن، دقت دارن میگوین اجتناب از خطا و از ذنب، دوتا را می آورن، خطا را می آورن به خاطر اینکه اون بحث معرفتی را هم شامل بشن. این تصویر از اسمته، ولی اون مقداری که ما در باب امامت الان ضروری هست، بالاخره بایستی اون مسائل اهم را جلو انداخت، چون در برابر ما کسانی قرار دارن که اساساً به اسمت قائل نیستن، بخصوص برای امام دیگه، امام را یه آدم معمولی میدونن، حتی در معارف و در احکام شرعیه این هم قائل نیستن. لذا حالا ما باید قبل از مستحبات به واجبات بپردازیم دیگه، یعنی حالا ما باید فشار بیاوریم، در واقع دلیل بیاوریم، فشار یعنی فشار منطقی، دلیل بیاوریم که امام باید معصوم باشد در این قسمت، قسمت علمیه داشته باشه. الان عمده بحث ما این است، قسمت عملیه هم الان چندان مد نظر ما نیست تو این مبحث گفتمان، قسمت عملیه هم خیلی محل بحث ما نیست. الان اون چیزی که در میز مذاکره، رو میز مذاکره از قول آیان بین اهل سنت و شیعه، اسمت علمیه هست، اونم اون حد اقلش که العلم بالمعارف، العلم بالاحکام، علم خطا ناپذیرین معصوم، اسمت علمیه. این هم داری بخواهم بحث کنم، راجع فهمیدید این حد اقله. حالا این را که اثبات کردیم، می شود محضر شریفتون که ایشون این اسمت را داره، اون و حالا به لحاظ اسمت عملی و سایر جهات بعد دلیل خودشو بیاریم، ببینیم عقل چی میگه، نقل چی میگه، بحثاش میاد انشاءالله تعالی، فرق میکنه. ادله گاهی عقلیست اطلاق نداره، عموم نداره، دلیل اگر عقلی شد تابع ملاک خودش هست، در حد ملاکش باید بهش بسنده کرد. اگر دلیل لفظی شد، اون به اطلاقش میشود همه شقوق اسمت را استفاده کرد الا مخرج به دلیل، لذا فرق میکنه. حالا انشاءالله این را باید با احتیاط، ما اینجا دیگه عجله نداریم، حتی اون بحث را دیدید با شتاب رد میشدیم، چون اونا اون قدر ضرورت و اهمیت از نظر گفتمان شیعه و اهل سنت یا حالا هر کسی که مقابل ما باشه خیلی نداره، گرچه خودش به حد نفسی بحث علمی مهمه، ولی اینجا چالشیست. بالاخره ما اینا اگر محکم نکنیم دیگه بنیاد مذهب ما زیر سوال میره، این اساس مذهب شیعه هست، فارق بین مذهب ما و دیگران عمدش همینجاست. این خیلی مسئله سنگین و مهم نیست. این یک مقدمه بود که برای ورود عرض کردیم که ذهن شریف دوستان باشه و اهمیت مسئله خارجی و داخلی ها را هر کسی باشه، برای یه بحث سنگین نیست، بحث مهم نیست، در مبحث اسمت خیلی مهم. بله بله، این دیگه همین خودش میشه مراتب، و این خودش اصلا مراتب اسمته، که اون وقت ببینیم دلیل ما از منظر به اصطلاح عقل کلامی، اولا دلیل عقلی عقل کلامی چقدر اختزا میکنه، این رو باید حساب کرد. دلیل عقلی از منظر عقل فلسفی چقدر اختزا میکنه، دلیل نقلی از منظر کتاب و سنت، سنت نبی
سنت قطعیه چه اختزا میکنه، اینا رو باید جدا جدا بررسی کرد. این بحث بسیار دقیقی است، خیلی باید با دقت باش برخورد کرد. اینجور نیست که حالا اگر یک از یک منظر یا از یک طریق ما به یک حد اقلی رسیدیم بگیم آقا پس دلیل دیگه نداریم. نه نه، ادله فرق میکنه، منظرها فرق میکنه. عقل کلامی مقصودی نیست که عقل کلامی دقتش کم است، که عقل فلسفی ادق است، دقیق است، عقل کلامی دقیق نیست. نه، عقل عقله، عقل بالاخره باید دقیق باشه تا جواب بدهد. مقصود این است که اینا رو باید حواستون باشه، حواستون باشه، چون بعضی ها گزم نکرده پاره میکنن. گزم نکرده پاره کردن، آقای احمدی میدونه معناش یعنی چه دیگه، بیگدار به آب زدن. گزم نکرده پاره کردن، بیگدار به آب زدن، اینها درست از کار دارن یا خراب میکنن کار رو، بحث رو. اون که گفته میشه کلامی و فلسفی، نه به لحاظ اینه که خواجه نصیر حالا متکلم که از دقیق نیست، فیلسوف که از دقیق است. نه، خواجه نصیر و دین توسی یه آدم دقیق و عمیق است، کلامی بحث کند عمیق است، فلسفه هم بگوید عمیق است. ما نمیتونیم بیام یه خطکشی برداریم بگوییم بله خواجه نصیر متکلم دقیق نیست، خواجه نصیر فیلسوف، چون خواجه نصیر به شخصیتیه دیگه، دقیق. نه، خواجه نصیر یه آدم عمیقه، اصلا شخصیتش دقیق، سلطان المحققین هست، هر جا حرف میزنه دقیق حرف میزنه. این که میگوییم کلامی و فلسفی، متدولوژی بحث و رویکرد بحث فرق میکنه، اینا تفاوت به اینجا. یعنی اگر یک کسی بخواد عقل فلسفی فیلسوفانه راجع به امام بحث بکنه، به اغراض کار نداره، به اغراض بگوید مثلا حالا یه دینی هست و شرعی هست و مکلفینی هستند و برای تأمین این مقصود چه باید بکنیم، نه، این به این کاری نداره. اون وقتی امام را میخواد از داره فلسفی ها، ممکنه ملا صدرا باشه اما اینجوری بحث نکنه، ملا صدرا هم گاهی کلامی بحث میکنه. نه، خود ملا صدرا یه وقت هست که امامت را بحث میکند با از منظر غایت شناختی، میشه کلامی، یعنی ملا صدرا اونجا متکلمه، متکلمه داره بحث میکنه. اما یه وقت هست که آقای ملا صدرا درباره امامت یا نبوت از منظر غایی بحث نمیکنه، از منظر نفس شناسی بحث میکنه. نفس نبی، نفس امام، امام چه موجودی است، برای چیز کار نداره، خودش چی هست به کار داره، این میشه فلسفی. نتیجه ممکنه فرق کنه، اما دقت، عمق، ژرف بودن باید هر دو جا باعث باشه. این را باید توجه کرد. مثلا گاهی کلامی سطحش پایینه، کی گفته کلامیش سطحش پایینه؟ نتیجه ممکنه بردش کمتر باشه، چون این برای اون قایت چقدر علم داشته باشه، آقا چقدر باید معصوم باشه، حالا هر چقدر. یه کسی میاد میگه آقا اصلا میدونی جایگاه نفس امام یا پیغمبر کجاست، از نفس شناسی هستی شناسی؟ میگه اون یه مرتبه ای قرار داره که اینا همه در اختیار اوست، اشراف داره، احاطه داره، حالا به قرارش من کار ندارم، اصلا برای چی؟ برای خودش. نتیجه میگیره، ممکن نتیجه قوی تر بشه. و اگر سراغ وحی آمدیم، ممکنه یک سر و گردن از همه بزنه بالا. یعنی اگر شما از منظر وحی آمدید اسمت را خواستید بحث کنید، ممکنه به نتیجه برسه که نه فیلسوف برسه نه متکلم، نه عقل کلامی نه عقل فلسفی باشه. ما نحن ابناء الدلیل، اگر دلیل محکمی باشه از در وحی که قرآن باشه بهش عقل میکنیم، این حواستون باشه. لذا در بحث امامت و اسمت امام یا علم امام، ما از چند طریق میتوانیم بحث کنیم. ما رو فعلا حد اقل نشستیم، اون حد اقل چی حالا میگیم انشاءالله، حد اقل حالا میگیم از در عقلی چه برهانی که حالا متکلمین ما در درجه اول سید الاعلام و المحققین و المدققین و المتعبدین و الناسکین و العارفین، بله اینا همجوری یه بوده نبودن، از سید الشریف علم الهدا المرتضا قدس الله نفسه الزکیه است،
سید مطلق و هو رجلون که ابوالعلاء معرض وقتی بهش گفتن با کی ملاقات کردی؟ با سید. سید چی دیدی؟ ابوالعلاء. ابوالعلاء میدونید یه آدم چیز هست مثلا متهم هست به مادیگرا، آدم اینجوری. او لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الارض فی دار و الدهر فی ساعت. چی دیدی سید را؟ باش ملاقات داشت. وقتی آمد خبرنگارا آمدن جمع شدن گفتن آقا چجوری بود؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الارض فی دار و الدهر فی ساعت. این از نگاه آقای ابوالعلا شهید این چه شخصیتیه و شخصیتی است که اوصا به اعادت جمیع صلواته المفروضه. سید المرتضی اوصا هكذا به اعادت، یعنی اعاده، نه که خودش اعاده کنه، حالا قضا بخوانم براش دیگه، و بعد از من بخوانید نماز، هر چه من نماز خوندم در این چند سال نماز رو بخوانید. گفتن آقا شما که همه نمازها رو خود خواندی، بهترین وجه خواندی، عاشقانه خون. گفت اتفاقا برای همین که عاشقانه خواندم میگم دوباره بخوانید، یعنی چون به وجد می آمدم در حین نماز، کیف می کردم و نماز که می خواندم به وجد می آمدم، می ترسم یه موقع به خاطر این به وجد آمدن ها یه خودش کارو نفسم یا همین شادمانی ها بوده باشه، نماز خونده باشه، لذا احتیاط می کنم میگم نماز هم را بخوانید که یه موقع این دخالت نکرده باشه. این از اون طرف ها. حالا شما حساب کنید ها، سید مرتضی ما یه کلمه میگیم هم رد میشیم. اینا مذهب رو چجور؟ علماء و امتی چه انبیاء بنی اسرائیل او افضل من بعض انبیاء بنی اسرائیل. بعض انبیاء دیگه، حالا انبیاء بنی اسرائیل نه همش، این موسی رو هم بگیم، چه شخصیتیه سید مرتضی. خب حالا سید مرتضی چی میگه؟ از منظر همون بحث کلامی که عرض کردیم، غایت شناختی، میگه چی؟ میگه آقا امام باید معصوم باشه. آره چرا باید معصوم باشه؟ برمیگرده سراغ اصل مسئله، میگه تحلیل کنیم چرا مردم به امام نیاز دارند، غرض از حاجت ناس به امام چیه؟ همین غرض رو به دست بیاوریم. اون چیه؟ آن این استش که این مردم مکلفن، یک مکلفن به تکالیف شرعیه، یک خطا پذیرند هم در علم و هم در عمل. دو الناس ها کذا، کلفین ها کذا. کسی بگه نه اینجور نیست، اگه خلاف واقع دیگه، واقع اینه، همون یادتون باشه بحث قاعده لطف است دیگه. پس امام لازم است برای این جور مکلفی. اگر این مکلفی، اگر این مردم مکلف نبودن یا مکلف معصوم بودن، امام نمیخواستن از این حیث لحاظ فردی. خیلی خوب، اگر این خصوصیت در امام هم باشه، این سراغ امام، اینا ناس هم، این هم مثلا امام هست، این خصوص امام مکلفه یا نه؟ بله آقا. خب حالا خطا پذیره یا نه؟ بله آقا. خب یحتاج الی الامام، گفتیم دلیل عقلی تابع ملاکش هست دیگه. خب پس این هم امام میخواد. خب یه امام دیگه اینجا پیدا میشه، یه امام دیگه اینجا پیدا میشه، میگه این مکلفه یا نه؟ بله. معصوم از یانا؟ نه. از اینا امام بخواد، یه امام دیگه پیدا شد. این به جایی منتهی چی؟ نه میشه که تسلسل. لولم یکن الامام معصوما لزم التسلسل فی الامامه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا و تالی باطل فالمقدم مثلو. قیاس استثنایی که منطق قدیم و منطق جدید و منطق ارسطویی و منطق ریاضی و همه اتفاق دارن در حجیت این قیاس استثنایی. میدانید دیگه این از اونهاییست که دیگه مجمعون علیه هست بین همه. قیاس استثنایی این دو شکلش نیست، از روش مو درزش نمیره، یعنی استثناء و نقیز تالی اثبات المقدم، نقیز المقدم اثبات استثناء و عین المقدم اثبات عین التالی، یعنی هیچ کس روش خدشه نکرد، همیشه خدشه کرد. لولم یکن الامام معصومن لازمت تسلسل و تسلسل باطل که تالی باشه فالمقدم مثل اون. خب رفع نقیزه این هم که محال است دیگه، رفع نقیزه این. اگر محال است که امام معصوم نباشه،
خب این استحاله از کجا پیدا شده؟ از عدم عصمت دیگه. این استحاله رو برداریم بعد امام معصوم باشه، امامش معصوم. این برهان تسلسله، تسلسل و ائمه غیر متناهیه. اگر شما امام رو معصوم بگیرید تمام میشه، بگیم ما بقیه امام میخوان، بله چرا، چون که مکلفن، یک معصوم نیستن، دو امام مکلف است اما معصوم است، این ملاکه از بین میره. لا یحتاج الی امام آخر، اما اگر اینو نپذیریم میشه بد تسلسل. این حالا اصل استدلاله. اما ببینیم آیان، آیه عبدالجبار، همدانی، فضلی، آیه تفتازانی، اینایی که از خلاصه فحول علمای معتزلی اشعری هم، اینجا چی گفتن؟ چی میشود گفت؟ اشکالاتشون چی هست؟ اینا را بررسی کنیم. دلیل اول ما فعلا اینه، برهان و تسلسل بر باب امامت. سید مرتضی میفرماید این بهترین دلیله. حالا عبارت شو نقل کرده، این فکر میکنم عبارت مرحوم سید را، که میفهمد این محکمترین دلیل هست برای، بله آره، صفحه 224، صفحه 224، سید مرتضی آن را استوارترین دلیل عقلی بر لزوم عصمت امام دانسته است. این میگه این محکمترین دلیل عقلیه، خیلی خیلی محکم است. یعنی خطاهاشون را بهشون گوش زد بکنن، نه اینکه برداره که دیگه خطاکار وجود نداشته باشن، نه، راهنمایی بکنه. ولی مقتضای لطفه دیگه، چون اصل مقتضای حکمت خدا، مقتضای برهان اصل امامت را که ثابت کرده ایم صرف اون بحث قبلی، که مقتضای حالا یا لطفه که ما میگیم، ما شیعه میگیم لطفه دیگه، اصل امام جو گفتیم. آیون اهل سنت هم همگن واجبه. بحث وجوب امامت یادتون هست؟ بحث وجوب امامت ما گفتیم واجبه، گفتیم لطفه، همین بیان. اونا هم گفتن که در اسلام یک حدودی هست، نمیدونم احکامی هست، که اگر امام نباشه مزاری به وجود میاد، مفاسدی به وجود میاد، امام پس باید باشه که این مزار رو جلوشو بگیره. در اصل وجودش، وجود امام رو بحثی نداریم. بحثی نستش که آیا اینا که نیاز به امام دارن چون معصومن امام میخوان یا چون معصوم نیستن امام میخوان. این آقا چون معصوم نیستن، حالا که معصوم نیستن میام سراغ امام، اونم اگر مکلف است و معصوم نیست پس امام میخواد، چون ملاک هر جا آمد حکمم دنبالش میاد. اون پس اون مقدمه ای که میفرمایی مربوط به بحث وجوب الامامت بود و دلیل وجوب امامت، هم در فهم هم در عمل، هر دو مکلفین معصوم نیستن، هم در شناخت تشخیص و هم در عمل معصوم نیستن دیگه. یه کسی میخواد که اینا رو هدایتشون بکنه. ما تو اون بحث داشتیم دیگه، فکر نمی‌کنم نیاز بشه برگردیم. اگر میدونی نیاز هست، اون یکی قاعده لطف بود، یکی هم تو اون فصل سوم، یعنی فصل سوم و چهارم. خب حکمت خدا چی میشه آخه؟ گفتیم که امام واجب است، خدای متعال امام داشته باشه، حالا باید یک امام ناقصی باشه یا امام کاملی باشه. اینها نیاز دارن به امام، اون امام هم یک فردی باشه مثل اونا خطاکار، یا نه اون یک فردی باشه مسئول از خطا. داریم اینا حالا تحلیل میگیم، اگر خطاکار باشه مثل اونا، خب ملاک نیاز به امام در اونم میاد. حالا به قول حضرت عالی، بالاخره یه امامی میخواد که بر اون نظارت کنه دیگه، حالا نمیخواد خطای او را برداره، لااقل هدایتش که بکنه، گوشترش که بکنه. اچه تو بقیه که خطاکارن، امام میخواد که اونها را ارشادشون بکنه، ایشون نخواهد. سخن در اینه، اگر اونها امام میخوان چون خطا میکنن، خب ایشون هم خطا میکنه پس امام میخواد. حالا یا خطا به قول شما برداشته میشه یا نمیشه، علایان یعنی تسلسل لازم میاد. چون تسلسل باطله، پس باید به یه جایی برسیم تسلسل نشه. چجوری میشه نشه؟ اگه خطاکار نباشه دیگه تسلسل رفت میشه. این به اصطلاح نکته دقیق استدلال رو حواستون باشه. حالا تو این قلتو باز بحثش میکنیم.
ببینید ما اول قواعد اولیه رو بحث ببینیم، حواستون باشه تو هر بحثی وقتی میخوایم بررسی بکنیم مقتضای حکم اولیه رو باید بررسی کنیم، ببینیم چی. وقت بعدن ببینیم که حالا یه جایی به یه دلیل خارجی مشکلی پیش آمده یا نه. اگر آمده ناچاریم از ضرورات تتقدر به قدرها، عقل است دیگه، بله، توبیه المحظورات، در حد محظور باید یه خود کتاب بیانده، چون محظوره، چون ضرورته، ناچاریه. اما نمیان از اول بگن آقا اینجا حالا یه مشکلی پیش آمده فعلا پس از اصل بریم رهاش بکنیم، نه، قاعده اولیه رو اول بس بحث کنیم در بحث امامت. حالا نمیگم عصر غیبت را به عصر حضور مقایسه کنیم، اول باید ما ببینیم مقتضای حکم اولیه چی هست، اون وقت حالا اگر غیبت به وجود آمد منشأ غیبت چی هست، خود امام یا مردمان یا هر چه، حالا چه بکنیم؟ میشه حکم ثانوی. همیشه حکم ثانوی بعد از حکم اولی است، قاعده ثانوی بعد از قاعده اولی. نگاه کنیم اصلا بحث حالا اینا نیست، نه اصلا مسیر دلیل چیز نشه، اشتباه نشه، یک کلمه اصلا ما یک سوال بیشتر نداریم اینجا. آیا مردم که به امام نیاز دارن که مورد اجماع است، این قبول کردیم، این بحث وجوب امامت گذشته این، یعنی با طرف گفتگو هر دو اتفاق داریم که امام باید باشه، اینا گذشته، الان نمیخوام ثابت کنیم امام واجبه باشه، بحث قبلی. سوال اینه که این امام چون معصوم، مردم چون معصومن امام میخوان یا چون معصوم نیستن؟ یه سوالیه دیگه، یه جوابی هم باید داشته باشه. حالا شما بفرمایید. آفرین. میگیم اگر چون معصوم نیستن امام میخوان، این ملاب در امام هم اگر معصوم نباشه میاد، چه فرمون رو بقیه میکنه؟ مکلف است، غیر معصوم بس امام میخواد؟ نه، بحث اینها نیست، بحث اینه که خطا پذیرم. حالا خطا کم و زیاد نداره، بالاخره حالا از کجا که امام کم خطاست، از کجا مگه معصوم که نشده میشه بس بقیه میشه، میشه بر خطا، سیانتی نداریم که، مگر شما او را مستثنا بکنید. ولی اگر نه، اونم یه آدمیه و به خصوص که حالا بیعت و اینا هم بخواد بیاد با بیعت و نمیدونم انتخابات و این چیزا، یه دیگه کار مشخصه چی هست. پس بنابراین چیز نداریم. یک سواله، یک سوال اگه خوب دقت تا آخر باید دنبالش باشیم. ما اشکالات این بندگان خدا مالا خواهید دید، همش به خاطر اینه که از یک سوال منحرف شدن. استدلال شیعه این هست، استدلال بزرگان شیعه، آیا حالا که من و شما قبول داریم امام واجبه، لازمه، یا قاعده لطفه، یا اجرای حدوده، یا اجرای احکام اسلامه، حفظ و بیضت الاسلام، هرچی میخوای بگو، من به اونا کاری ندارم، هرچی میخوای بگو دیگه، گفتیم واجب است. حالا که برای این واجبه، آیا این تحلیل میکنیم، آیا مردم چون معصومند گفتید امام لازم دارن، یا چون معصوم نیستن؟ نمیشه دلیل. بله، پس بالاخره معصومند یه جاهایی، بس قبول دارید اسمت را، هرچی شما بگید از مسیر دیگری قبول کردید، یک جاهای معصوم نیستن، به همون دلیل اگر ایشون معصوم نباشه امام میخواد، هر چی میخواد باشه، بالاخره امام نیاز دارد در یه جاهای معصوم. ایشون معصومه یا نه؟ همین امام معصومه یا نه؟ خیلی خوب، پس بگویید ایشون عصمت داره، ما قبول کردیم، پس شما آمدید گفتید ما با شما شیعه موافقیم که امام در مسائل مهم مثلا واجبات و محرمات باید معصوم باشه، درجه اول عصمت قبول کردید. خیلی خوب، پس این آمدید تو میدان، حالا بعد بحث کنیم با بقیهش. اصلا بحث اختلال نیست، اصلا ما کاری به اینا نداریم عزیزم، اختلال هست یعنی هیچ کار نداری. بله باشه، میگیم اختلالش مال شما، حفظش کن، بذارش تاخچه تماشاش کن. حالا این اختلاله ریشهش اسمت الناس هست یا عدم اسمت ناس؟ چرا اختلال میشه؟ هر چی باشه خطا میکنن دیگه، پر خطا، این احتمال در معصوم هم میاد، امام هم میاد، امام که تاخته جدا وافه نیست، بقیه است، هر چی بگی در اون میاد دیگه، پس اونم امام میخواد، از کجا حساب بگن کم خطاست؟ من مگر یه اسمتی براش قائل بشید نسبی، همه حرفای توکلی میشه، پس آمدید یه اسمتی براش قائل شد، فرق گذاشتید بین اون بقیه،
دیگه نمیتونید بگید مثل بقیه است، انتخابات هر کس را بیعت کردن تمام میشه، اینجور نیست. خب از بقیه هم امام نمیخوان، پس عجزات الله، پس مردم هم با مشورت خودشون حل میکنن، امام میخوان چکار؟ خب با همین ما پس نمیشه به همون ملاکی که بقیه امام میخوان امام میخواد. یعنی چی؟ از بحث جامعه نیست، ما اصلا گفتیم نرید توی این فضاها، میشه دیگه همین خود به خود داره خلط مبحث میشه. حالا میرسم. آره چرا باید ناچارید قبول کنید؟ حالا میگین چون شما امامت را برای یا اجرای حدود میخواید یا حفظ الحدود صغور میخواید یا امثال اینا، دیگه عمدش اجرای حدوده. حالا میرسیم شما خود عجلن، چرا شما کی دزدی میکنه که باید حد برش جاری کنند؟ فرد خطاکار، فرد غیر معصوم، کی تهمت میزنه که باید حد تهمت برش جاری کنند؟ چون شما میگید امام میخواییم برای اجرای الحدود، اجرای الحدود از گناهکارها و خطاکارها سر میزنه موضوعش یا از معصومها؟ خطاکارها دیگه. پس شما هر چی بگید ناشارید به اینجا بگید، بنبسته، راهی ندارید. متصب کنید. حالا اشکال آقای عبدالجبار که وارد کرده و جوابش میدید. پس این اولا اصل متن استدلال، متن استدلال ملاحظه کنید صفحه 224. چون مسئله خیلی مهمه، من متن عبارت کشف المراد را اینجا آوردم، یعنی که انده الان داریم دیگه کشف المراد را میخوانیم. ان الامامه لو لم یکن معصوما لزم التسلسل. این دیگه کشف المراد خونده شد دیگه، بعد که برگردیم اینجاش چیز دیگه ای نداره. ان الامامه لو لم یکن معصوما لزم التسلسل و تالی باطل فالمقدم مثله بیان و شرطیه ان المقتضی لوجوب نسب الامام، اون چیزی که زمین سازه و مقتضی برای اینکه امام باید باشه که همه میگیم این وجوب نسب رو همه قبول داریم، هو تجویز الخطای علی الرعیه، یعنی علی المکلف، رعی المکلف معموم، یعنی مکلفی. فلو کان هذا المقتضی، اگه این زمینه، این مقتضی یا زمینه که تجویز خطا باشه، فلو کان هذا المقتضی ثابتا فی حق الامام، اگر این درونم باشه دیگه ملاک هر جا آمد حکم عقل است دیگه، عقل تابع ملاکه، هر جا که ملاک آمد میگه من حکم باید باشه، وجب ان یکون له امام آخر، اگر این زمینه خطا و تجویز الخطا منشأ نیازه برای امام، خب اینم داره دیگه، پس امام میخواهد و یتسلسل او ینتهی الی امام، یا باید بگید هی امام 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 در زمان واحد، ائمه غیر متناهی محاله، چون این در یک زمانه دیگه، نه در زمانهای لایقفی، یک زمانه، در همین زمان اینم یه امام میخواد، همین در زمان واحد بعد بی نهایت امام باشه، این محاله. او ینتهی الی امام، یا نه ما میرسیم به یه دونه امامی که این زمینه درش نیست و خیالم راحته، این زمینه یه خطا دیگه در اون نیست، امام هست، زمینه یه خطا هم ندارد، امام هم نیاز ندارد، تمام میشه. او ینتهی الی امام لا یجوز علیه خطا فیکون هو الامام الاصلی. حالا اگر یه استاندار و والی و یه کسی فرمانده جنگ و غیره اینا هم هستن، این سلسله مراتبه اصل او هست. خب این اصل استدلال خیلی واقعا متین دقیق، اما میرسیم به اشکالات. سب کنید اول اشکالاتی را که قالو و قال عبدالجبار معتزلی، آدم عالمیست و برجسیست، این چی هست؟ این اصلا چیزی شما دارید غیر از این اشکال ها؟ اون وقت شما اشکالاتون را بگید بخوانیم اشکالاتی که این آلون کردن. اشکال اول، هر یکی تو ذهن شما هم بود همین اولیه، فلسفه وجوب امامت
و دلیل نیاز امت به امام آن چیزی نیست که در استدلال بیان شده است. یعنی چی؟ یعنی همون خطا پذیری، مقتضی به سلام تجویز خطا. نه نه اصلا ما به این تجویز خطا کار نداریم. وقتی میخوایم بگیم امامت واجبه ها، به این اصلا کاری نداریم. اگه کلمه هم تجویز خطا نمیگیم، امامت هم ثابت میکنیم. طرف اینو میگه، میگه بدون این که یک کلمه در استدلال از تجویز الخطا حرف بزنیم، ما وجوب امامت رو برای شما ثابت میکنیم. از دلیل شما بره پیکارش، برای خودتون خوبه. ما اثبات وجوب امامت میکنیم بدون این حرف شما، بدون این ملاک شما. میگیم چی میگید شما؟ میگه ها، بلکه فلسفهش دلیل ملاک، چرا امام میخواهیم؟ عبدالجبار میگه، میگه من نمیگم تجویز الخطا، من میگم امام میخواهیم که اگر امت بدون امام باشد، احکام و حدود الهی اجرا نمیشود. راست میگه، اونجا هم اینا رو گفتن. اونجایی که میگفتن امام واجبه، یکی از ادله مهمشون این بود که میگفتن باید حدود اسلام اجرا بشه. این را قبلا هم گفته بودن، درست میگه ایشون. حالا جاشن هم عرض میکنم خدمت شما که در بحث وجوب امامت صفحه 61، 61 را بیارید. اجرای حدود و حفظ نظام اسلامی، وجوب امامت، 61 پیدا کردین؟ چی نوشت از آقای داداش داد اونجا؟ 61 اجرای، خب حالا همین ادامهش میام به صدا جلوتر، باز ورق بزنید، ورق بزنید، عبارت تفتازانی بخوانید، ببینید، ببینید، ان شارع امر به اقامت الحدود و سد الثغور و تجهیز الجیوش للجهاد و کثیر من الامور المتعلقه به حفظ النظام و حمایت بیزت الاسلام مما لا یتم الا بالامام. دیگه ما اینا رو میگیم، ما اصلا گفتیم کجا گفتیم تجویز خطا؟ شما آمدی گردن ما دادید میگذارید دفاع میکنه. ما گفتیم اینا رو اسلام گفته بدون امام اینا نمیشه، پس امام میخواییم. ما کجا گفتیم که چون مردم جایز الخطا هستن امام میخوان که شما گردن ما میگذارید؟ میگید خب اگر امام هم جایز الخطا باشه یحتاج الى امام و تسلسل. نه، مردم باید حدود اسلام اجرا شود، برای این امام میخواییم. این اینو در اینجا جواب میده، اشکالش این دقیقه، اشکال دقیقیه. پیدا کردم که دیگه خاطرتون جمع باشه، ما خودمون حواسمون هست داریم چی میگیم، حتی آقایان نقل کردیم، امانتداری با دقت. خب در نتیجه ضررها و مفاسد بزرگی بر جامعه وارد خواهد شد اگر امام نباشه ها. حدود اجرا نمیشه، احکام اجتماعی اسلام زمین میمانه، جامعه ضرر میکنه. خب و چون دفع این گونه ضررها و مفاسد هرچند احتمالی یا ظنی باشد از نظر شرع واجب است، امامت واجب است. عبارتش هم خوندیم، پس این تا اینجا. حالا نگاه کنیم پاورقی، اون حرف مقاصد بود دیگه، اون شرح مواقف. این در مقام جواب و نقد این دلیل ما، دلیل علمای ما اینجوری گفته، گفته ما اونجا اینجوری ثابت کردیم، شاید حرف شما نزدیم که اینجور جواب. خب از سوی دیگر برای دفع این گونه ضررها معصوم بودن امام لازم نیست، بلکه علم و اجتهاد و عدالت و حسن اعتقاد کافیست. یه آدمی باشه، عادل باشه، متقی باشه، با کفایت باشه، وقتی را اجرا میکنه و این ضررها هم از جامعه اسلامی برداشته میشه. اینم یک حرف. ایشو دوتا اشکال که اولا ما نگفتیم تجویز خطا، شما دارید میگید، ربط ما نداره، بر ما الزام نکنید. ثانیا برای اون قضیه هم که اسمت نمیخواهیم، عدالت و حسن اعتقاد و اینا کافیه. از این بالاتر اما شما هی فشار میارید روی اسمت امام. امام معصوم مثل بقیه است، اصولا انسان معصوم نیست، از خطا پذیری معصوم نیست. اگه شما دارید امام را که میگید معصوم هست، میخواید یه موجودی ازش بسازید که
اصلا خطا در اون محال است، میشه خدا نستجیر رو بالله دیگه، اگه که انجا شما امام رو میکنید خدا قلوب است. نه معصوم هم مثل بقیه آدم هاست، این انا الا بشران ما انا الا بشران مثلکم، بشر از بشر هم به ما، بشر خطا پذیره. اصلا شما یه فشار رو اسمت هم میآورید، با اسمت تسلسل حل نمیشه. ها اینو میگه، ها میگه آراب تسلسل شما هم اگر تسلسل هست با اسمت حل نمیشه، اونم خطا پذیره، اونم دوباره میخواد تسلسل، نمیشه با اسمت حلش کرد. انسان معصوم نیست از خطا پذیری، معصوم نیست، زیرا او نیز مانند دیگران مکلف است و مشمول امتحان الهی است، فردی است تکلیف داره. اگر قطعا خطا درش راه نداره، محال باشه، تکلیف چه فایده داره؟ چهار، چهار چهارم، گذشته از این، گذشته از این، بر فرض که ضررهای یاد شده با وجود امام غیر معصوم دفع نشود، این ضررها و زیانها نشد، مشکلی نیست، مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا امت خدا برکت بده به امت قهرمان و بیدار، زیرا امت اسلامی که بهترین امت هاست، کنتم خیر امت اخرجت للناس، عجب خیر امتی هیچ کارایی کرده که آدم خجالت میکشه در تاریخ، بله اصلا خجالت میکشه کارایی همین خیر امت. اگر خیر امت امام صادق درش نباشد، امیرالمومنین نباشه، فاطمه زهرا نباشه، کداش خیر امته؟ خجالت میکشه آدم. لذا امام صادق فرمود که این خیر امت یعنی کی؟ فرمود در این امت آدمایی هست که شهادتش برای بغلت باغ قبول نمیشه، برای یه بسته سبزی خیر امته. شما هم گفت خیر امت یعنی دلتو رو خوش کردین، همش خیر امته. این به خاطر خیر ائمه هست، یعنی زبده ها باعث شده که نیه خیر امت. و الله کسانی هستم بیاد بگه آقا من شهادت میدم این سبزی مال آقای دارابیست، میگن آقا شهادت تو برای امت به درد نخوره، اما قبول نمی کنیم شهادت شما، براش خیر امته. این سخن امام صادق است سلام الله علیه، که مراد خیر ائمتن هست. این ائمه را برداری امت هم یک حساب خیلی نمیشه براش. آخیر کنتم خیر امتن، تازه حالا کنتم خیر امتن اگر تأمرون بالمعروف باشه تنهون المنکر باشه، این در واقع بیان این میخواد بکنه، اما ملاک بده اینا بحثش در جای خودش. خب این میگد آقا امت هست، امت بیدار اونجا مونده، مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا امت اسلامی که بهترین امت هاست و نیز علمای شریعت، علمای شریعت مانع و دافع ضررها و مفاسد یاد شدن. این آقای تفتازانی خیالش راحت کرده با این بیان که کنده ما تمام کردیم کار را، امت که خوبه، علما هم که الحمدلله خوب هستن، امام هم معصوم نشد، خطا کرد، اینا حل میکنن. نه خب حالا بیاییم سراغ تحلیل این چیزها به اصطلاح جوابها. بله و اما الجواب، خوب دقت کنید در این که اجرای احکام اسلامی، حدود الهی و دفاع از کیان اسلام و مسلمین از اهداف امامت و وظایف امامت از تردیدی نیست. ما اینا را حاشا نمی کنیم، شما بگید ما یه چیزی میگیم شما یه چیزی دیگری، نه ما هم همین را میگیم، همین را میگیم و قبلا هم گفتیم، بازم اگر آقای احمدی تردید داری جاشو بیارم بیاتون بدم، همون جایی که الان خوندیم 61 خوندیم دنبالش بگیرید، کلام علامه هلی آوردیم که هرچی اینا گفتن ما گفتیم، چیزی این کار نداریم که. ما هم میگیم بله امام لازم است حدود اجرا کنه، کیان امت اسلامی حفظ کنه، از روایات هم علیه السلام باشه، چند تا روایت آوردیم از ائمه علیهم السلام، ما بحثی در این نداریم که. خب اینا به حل بحث نیست، سخن در چیه؟ اصل استدلال شیعه را باید دقت کرد. سخن در این است که امور یاد شده حدی میخوان اجرا کنن، دزدی کرده حد دزدی، زنا کرده حد زنا، تهمت زده حد تهمت، تعذیری برش وارد هست، این چیزهایی که در شرع مقدس بیان شده امثال اینها، این باید اجرا بشه. خب در هر حال سخن در این است که امور یاد شده یگانه یا اساسی ترین فلسفه امامت نمی باشد. ما اینا قبول داریم، نگفتیم منحصر از، قبول داریم، یگانه و اساسی ترین نیست. و در هر حال
حالا از این بگذاریم که یگانه هست و نیست، از این بگذاریم، این خیلی مهم نیست تو بحث ما. چی مهمه؟ این مهم است. آقای فداکار خوب دقت کنید، این پرسش همچنان مطرح است که آیا امت اسلامی به آن دلیل که معصوم است به امام نیاز دارد یا به خاطر آن که غیر معصوم است؟ سوالیست. چون معصومند میخوان امام میخوان یا غیر معصوم؟ هرگاه بپذیریم که اجرای احکام و حدود الهی از اهداف مهم امامت است، همین طورم هست، از اهداف مهم است، حالا منحصر نیست، مهمترین ولی مهمه دیگه، ما هم قبول داریم، اینا هم گفتن ما قبول داریم، بدونه ای که بدون امام جامعه اسلامی از این جهت با ضررها و مفاسد عظیمی مواجه می شود. تاورقی یه چیزی آورده این، اینا به خاطر اینکه نیست مسئله مهمه، هی حواسمون بوده که بالاخره این توجه بدیم. تاورقی نگاه کنید، عزاداددین ایجی، فی نسب الامام دفع و مضرت لا یتصور اعظم منها. اینا که علامه هلی نگفته، سید محسن نگفته، این آقای همیشه حد که عزاداددین ایجی داره میگه از مهمه. خودشون هم گفتن که شارع مقدس حدودی آورده، احکامی آورده که بدون امام اجرا نمیشه، این هم اجرا نشه ضرر عظیمی به امت میرسه که جبران ناپذیره. خیلی خوب، بس این تا اینجا رو که قبول دارید که خب، بیشک مفاسد یاد شده بر معصوم نبودن امت بار میشود. ریشه شناسی کنیم، به اصطلاح با معلول مبارزه نکنیم، علت را پیدا کنیم. حرف ما اینه، آیا ریشه این مفسده ها اسمت الامت است یا عدم اسمت الامت؟ ریشه این که دزدی می کنند، تهمت می بندند و کارهای خلافی که مستوجب حدود اسلامی می شوند می کنند، ریشهش چیه؟ معصومین دزدی می کنند یا غیر معصومین؟ ما با حرفان هستیم ها، نیاز به امام برای اجرای حدود است. منشأ حدود چیه آقا؟ موضوع حدود چی میشه که حدود به وجود میاد؟ خیلی واضحه دیگه. از هر بچه راهنمایی الان سوال کنیم میگه که معلومه دیگه، معصوم باشه که دزدی نمیکنه، لذا حد دزدی اصلا مطرح نمیشه. دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، زنا نمیکنه. اصلا به اونا کاری نداریم. من از این ذهن منحرف شما تعجب میکنم. بابا بیای تو بستر بحث. ما به اون کاری نداریم. سوال این است، این مردمان که حد برشون اجرا بایست بشه چی اجرا میکنه کار نداریم آقا. اینا این مردم، این معصوم هست که مستوجب حد میشه یا غیر معصوم؟ شما اصلا چه کار دارید؟ شجاع میخواد شجاع باشه، میخواد شجاع نباشه، غیر معصومه دیگه. بله دقت کنید، این فقط دقت میخواد، والا خطابی عامیانه به جایی نمیرسه. سید مرتضایی میخواد باشه، حرف میگه، حرف من اینه، علت را پیدا کنیم. علت آیا چون معصومه حد باید اجرا بشه یا غیر معصومه؟ غیر معصومه. حالا آیا همین ملاک در امام هم هست یا نیست؟ میخواد شجاع باشه، میخواد طایفش قوی باشه، خوشگل باشه، بدترکیب باشه، هر چی میخواد باشه، این منشأ در امام هست یا نیست؟ اگر میگید معصوم نیست، معنیش اینه که چیه؟ هست دیگه. خب منشأ هست اگه معصوم نیست. خب حکم عقل تابع ملاکه، ما عبور کردیم به ریشه، رسیدیم اجرای حد ما را میرسونه به معصوم نبودن. این ملاک در امام هست، میخواد شجاع باشه، میخواد عادل باشه، هرچی میخواد باشه، به اونا کاری نداریم. میگیم به ملاکی که اونا امام میخواد، اینا امام میخواد. حالا اگه اجرا نکردن چی؟ ثبوت دارم میگم، بس این هست که حدی باید بر این امام اجرا بشه. حالا بابا عرض میکنم، اگر معصوم نشد دیگه، خب مرتکب یکی از این گناه ها شد، حد دزدی کرد، حله
الان نماینده های انگلستان چقدر دزدی کردن؟ خب اینو مسلمه دیگه، وقتی قدرت داشته باشه اسمت هم نداشته باشه سوء استفاده میکنه دیگه، وقتی معصوم نشد. حالا اگر شد جواب من رو شما بدید، این حد بعد اجرا بشه یا نه؟ من نمیدونم ثبوتن یعنی چه، لفظا رو بذاریم کنار، من محال نمیشه. اجرا باید، حد باید اجرا بشه یا نشه؟ چرا این کارو بکنیم؟ چرا دنبال گزینه خراب دارید میرید شما؟ حد الهی محترم است. نمیشه مگه، مگه امکان نداره؟ یه وقت هست که ما امکان ندارد میگیم دیگه، امکان ندارد دیگه، باید به این اکتفا کنیم. اگر در مقام فرد ممکن هست از این گزینه بالاتر که حد زمین نماند، چرا بریم دنبال یه گزینه‌ای که خب لغو میشه؟ بابا احکام الهی برای اجراست، اونم در حد امام که جایگاهش بالاتره، حتما خدا میخواهد که این حد اجرا بشه. بله، مهما امکر همینطوره. یعنی تا ما یک محذوری نداشته باشیم حتما حتما اینجوره، به خصوص رو دانه درشت ها. نه ما حالا میگیم امکان من نداریم. بله بله، فرد معصوم وقتی بشود، خوب دقت کنید، باریک الله خوب گفتی، اگر عقلا و وقوعا می شود امامی معصوم بر مردم حکومت کنه، چه این مسئله به وجود نیاد، حد خدا زمین نمانه نسبت به امام. اصلا اصطلاحات را ببینید، اصلا اصطلاحات رو دارم کنار. امکان دارد امام معصوم باشه یا نه؟ عقلا خدا میتونه یا میشود یک فردی در رأس جامعه قرار بگیره معصوم باشه یا نه؟ جزاک الله. وقتی میشود چرا خدا یه کاری کنه حدش زمین بماند؟ اصلا به لطف کار ندارم، حالا اسمش هرچی میخواد باشه. عزیز بزرگوار، شما چرا با الفاظ بازی میکنید؟ شما میگید این حد جاری نشه، شما دارید میگید اشکال ندارد امام معصوم نباشد، حدم جاری نشود. من میگم چرا حتما این حد باید اجرا بشود، بلکه مهمترم هست. کی جاری میکنه؟ آب احسیار کن. خب پس حالا خوب دقت. نه نه نه، نمیشه. اون ممکنه نشه، اصلا قبول نیست. عزیز بزرگوار، شما چرا شرایط بد تصویر میکنید؟ وقتی میشود شرایط جوری باشه که به این محظورا نرسیم، خدا میتونه این کار رو بکنه، چرا نشود که به این محظور برویم اولا و به ذات؟ قاعده اولیه نجی نداره. پس این نمیشود داره در دش کنار، این باید اگر محظوری در کار نیست این حد اجرا بشه، بلکه به طریق آکد، چون مقام بالاتره، مسئله مهمتره. خب اگر باید اجرا بشه میگیم چی باید اجرا کنه؟ چی باید اجرا کنه؟ اجرا نشدن نگید باطله. اگر بگیم آقا امام دزدی کرد نمیخواد اجرا بشه، یا نشد نشد، نه آقا زنا کرد حد جاری نشه، نه آقا نمیشه، حتما به شارع مقدس رجوع کنیم به خدا پیغمبر. میگه بله بله، این یقینا باید یه چند تا دیگه بیشترم زد، 80 تا رو بزنید، یه 20 تا دیگه هم به خاطر این جایگاهش بزنید، مضاعف میشه، بزنید. حد بالا جاری چی باید جاری کنه؟ اجراش اجتناب ناپذیره عزیز من. اجراش نمیشه بگیم، هیچ سنی نمیگه، هیچ سنی نمیگوید حدود تخصیص خورده در امام اگر مرتکب حد شد، فعل حد آور شد اجرا نشد، این هیچ سنی نمیگه، فشرت به شیعی فرقی نمی کنه، بلکه آکده. فرقش این است که آکده است، نه معفو است. خب حالا که باید اجرا بشه، نوبت کی اجرا کنه؟ کی اجرا کنه؟ میگید قاضی که خودش تعیین کرده است، ضابطش. خب این که مشکل به وجود میاره، برای اینکه این قاضی و ضابط میناریشش که روی این آقاست، پستش به او بربوت میشه. معصوم هم که نیست قاضی، اما ضابط میگه خب ما چرا بیام خودمون رو درگیر کنیم با شاخ گاو؟ ما مماشات میکنیم، پستمون هم دوباره هم حفظ میکنیم. خب این زمینه خیلی فراز تجربیه، پستش در خطر است، معصوم هم نیست، خب ساخت و پاخت میکنه، کما اینکه بوده در طول تاریخ همه جا بوده. ملاحظه میفرمه؟ خب میترسه اصلا، چی بیاد اجرا بکنه؟ قاضی که نمیشه، امت بیان همجا را به هم بریزن، این بگه آقا قبیله منه، اون طایفه منه، درگیری میشه، آشوب میشه، اینا بشه. لذا همه میگوین آقا این حرف من نیست، حرف شیعه نیست،
خوارج میگن، اهل حدیث میگن، حشویه میگن، معتزله میگن، اشعریه میگن، حنبلیه میگن، عطمون به پای مسلمان اینا میگه، میگه اجراء الحدود مال امامه، اجراء الحدود امر به معروف اینا رو میگن الله همگانیه. حالا امر به معروف سیلی بزنی یه عده میگن عید نداره بزن، اما اگر بنا شد که میخواهی آقا شراب خورده میخواهی حد اجرا کنی، میگه تو دیگه دخالت نکن، میگه این مال امامه. خب پس امام باید اجرا کنه این را، قاضی امام و اینا هم که نمیشه، اصلا هم این که فاسق میشه اصلا عرض میشه، اون هم این هم معذورات رو داره. میمان زمین، چرا به مان زمین؟ ما میبینیم یک گزینه ای که هیچ آفت نداره، هیچ مشکل نداره، حدن جاری میشه، اون چی چیه؟ امام معصوم. خدا شاهد ولعمری به قدری مسئله واضحه، اگر تصور درست بشود خدا شاهد دلیل، همون سید مرتضی فرمود بهترین دلیل عقلی است، دلیل مقرر. این پس بنابراین بحث است سید مرتضی، الان حرف سید را ادامهش بخوانیم. نمی رسیم حالا به این، این الان احسن، این الان یا مرحوم سید نوتی داره که اینا میگه آیا فعلیت الحدود اگر شد امام میخوایم که فقط امام مال گردن کلفتا و چاق و کشا هست، یا نه همه امام میخوان اگر یکی چاق و کشید امام بیاد و را تعدیبش کنه، یا نه فقط امام ها گذاشتن برای دزدا و راهزنا و زناکارها و مرتکب حدودها، فقط اینا هم که امام میخوان بقیه نمیخوان. سید از آه سید مرتضی حساب شده عرض داده، آیا میگویید فعلیت الحدود است یا قابلیت الحدود، شعنیت الحدود؟ اگر بگویید بله فعلیت است، این معنی است که فقط آدم های چاوکش و دلدلات و علوات ها امام بخوان. اگر بگید که نه شعنیت، همه شعنیتش دارم، غیر معصوم شعنیتش داره، مال همه است. اینا رو حساب شده حرف زده ایشان، خدا رحمت کنه. بله بیشک مفاسد یاد شده بر معصوم نبودن امام بار می شود، امت بار می شود، چرا که اگر عموم مکلفان معصوم باشند در اجرای حدود الهی کوتاهی نخواهند کرد. بنابراین افراد جامعه اسلامی از آن جهت که معصوم نیستند به امام نیاز دارند، هرگاه امام معصوم نباشد این ملاک در اون نیز موجود است، پس امام نیز به امام دیگری نیاز دارد، اگر او هم معصوم نباشد به امام دیگری نیاز دارد و این امر نهایتی نخواهد داشت مگر اینکه به معصوم. حالا فرمایش سیدی ناست نوید در اینجا دو فرق بیش نیست. فرض اول این که نیاز به امام در صورتی است که فرد یا افرادی مستحق اجرای حدود شرعی باشند، یعنی فعلیت پیدا کرده باشند. فرض دوم این که وجود امام لازم است تا اگر کسی مستحق اجرای حدود شد، یعنی فعلیت پیدا کرد، امام حدود الهی را اجرا کند. به عبارت دیگر یا مقصود فعلیت استحقاق اجرای حدود است که الان دزدی کرده و حتی باید اجرا کند، یا شأنیت این استحقاق. فرض اول نادرست است زیرا لازمه آن این است که فقط افراد خطاکار و فاسق نیازمند امام باشند، در حالی که وجوب امامت همگانی است، همه امت امام میخوان غیر معصوم شدن. فرض دوم نیز به اعتقاد امامیه باز میگردد زیرا مفاد آن این است که چون افراد جامعه اسلامی جایز الخطا یعنی غیر معصومند، باید در جامعه امامی باشد تا هرگاه کسی مرتکب خطایی شد که مستحق اجرای حدود الهی است، امام اون حدود را اجرا کند. پس برمیگرده به عدم عصمت دیگه، الکلام الکلام، اگه این ملاک در اونم هست اونم امام میخواد، پس علا حاضر. این سخن تفتازانی. حالا بیدیم سراغ اشکال دوم. تفتازانی گفت چی؟ گفت برای دفع این ضررها لازم نیست امام معصوم باشه. این سخن تفتازانی که میگوید برای جلوگیری از ضررها و مفاسدی که به خاطر نبودن امام بر جامعه اسلامی وارد می شود، معصوم بودن امام لازم نیست، بلکه
علم و عدالت و حسن اعتقاد، اینجا اشتباه اعتماد، و حسن اعتقاد امام کافی است، پاسخگوی اشکال تسلسل نیست. اشکال تسلسل این حل نمی کنه، زیرا در فرض معصوم نبودن امام احتمال این که اونیز مرتکب گناهی شود چه مستحق اجرای حدود الهی باشد وجود دارد. همین ما را کافیه، معصوم که نیست، ممکنه دزدی کرد، اونجا باید حد جاری کنن، کی جاری کنه؟ امام باید جاری کنه، این من شؤون الامامه، من حقوق الامامه. پس امام میخواد تا اگه یه روزی دزدی کرد یالا اگر دستش باید ببره ببره، و الله بعد جور دیگه حد جاری. بله، و چنان که گذشت ملاک نیاز به امام همین احتمال یا شرعیت استحقاق اجرای حدود است، نه استحقاق آن به صورت بالفعل، که بگیم حالا که مرتکب نشده، حالا اگر مرتکب شد ما یه فکر میکنیم، نه خیر، همین که معصوم نیست در مظان ارتکاب کاریست که حد بشه، بلکه بیشترم در مظان، نه حضرت در مکانی که قرار داره معصوم نیست، بیشتر مظان نیست، پس بعد پیشبینی بکنیم، یه امام داشته باشیم برای این لحظه های حساس، امام میخواد دیگه، خب تسلسل میشه. اینجا آقازیش اجرا میکنه، مردم اجرا میکنن، نمیشه، همون ترس و وحشت هایی که گفتم هست، حساب میکنه اگه قاضی و والی و اینا رو بگید فرماندهان، اینا اصلا خودشون جیراخار او هستن، زیر نظر او هستن، خب زمینش هست دیگه، اونام که معصوم که نیستن که، حد الهی جاد نخواهد شد. چرا نشه؟ سخن سال چرا نشود؟ اینم در این مورد خیلی مهم، چرا نشود؟ میگید آه معصوم نداریم، میگیم خب حالا معصوم باشه که این زمینه وجود نیاد دیگه، چرا بریم دنبال گزینه بد؟ که این مشکل ها داره، نمیرین دنبال گزینه خوب، مگه محاله؟ مگه خدا نمیتونه؟ مگه نمیشه؟ بله اگه نمیشد لایطاق میشد، حالا میشد امام معصوم باشه تا این محضور پیش نیاد، این مسئله پیش نیاد، حکم اسلام، حد اسلام کاملا اجرا بشه، خیلی خوب شدنیه دیگه، چه مشکلی ما داریم؟ مشکلی نداریم. الله الرحمن الرحیم. حرف دیگر آقای هفتازانی که گفت معصوم هم جایز الخطاست، پس با فرض معصوم بودن امام اشکال تسلسل برطرف نخواهد شد، یعنی شما هم باید دوباره برای امام معصوم امام معصوم دیگری را هم فرض کنید و یه تسلسل. این خیلی بچگانه است، یعنی حقیقتا از شأن تفتازانی اصلا این نبود، دستش در رفته، ذهنش اینجور بوده یا میخواسته یه چیزی بگه نمیدونم. اما این سخن وی که معصوم نیز جایز الخطاست چون اون نیز مورد تکلیف و امتحان الهیست، بسیار شگفت آور است، زیرا جواز یا امکان خطا درباره انسان، درباره انسان معصوم جواز و امکان ذاتی است، نه جواز و امکان وقوعی. بله حرف درستی است، اونم به لحاظ این که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، نفس کارش اینه، اما اگر ویژگی اسمت آمد دلش میگیره، همون مطلبی است که در روایت داریم پیامبر فرمود که هیچ کس نیست مگر اینکه شیطانی دارد که او را میخواد گمراه بکنه، وسوسه بکنه. عرض کردن شما هم این شیطان را دارید؟ فرمود که بله، لکن شیطانی اصلا بیدی، منم دارم، نفس انسان، انسان دیگه اونم، منتها اون تسلیم منه، تسلیم منه. خدا رحمت کند امام قدس الله نفسه و زکیه، مرد بزرگ، واقعا مرد خیلی بزرگ، فرمود که آیه شریفه را معنا میکرد که و این منکم الا هو، من میشود که و این منکم الا هو واردها کان علی ربک حتما مقضیا، این آیه شریفه، و این منکم الا هو واردها، یعنی هیچ کس نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه، واردها یعنی جهنم، نار، کان علی ربک حتما مقضیا، این یک حکم مقضی الهی،
وحیشان نقل کردن این حدیث را که از پیغمبر سوال کردن شما چطور؟ شما هم وارد جهنم می شوید؟ فرمود که ما هم همینطوره، ولیکن جزنا و هی خامده، ما هم از جهنم گذر کردیم، گذر میکنیم، ولی خاموش جهنم. و وقتیشون بیان کرد که مراد اینه که اون جهنم نتیجه شهوت دیگه، نفس آدم دیگه، خود آدم داره میسازه. حالا اگر چنان چه فردی به صلاح امیر بر نفسش باشه، خاموش دیگه، جهنم خاموش. ولی این آیه تفرازه نه به درستی است به لحاظ ذات. وقوعی چی؟ نه، یمتنع وقوع الاسم ولو یمکن به لحاظ بشر بودنش. این را به هم خلط کرده آرایشون تعجبه. از آنجا که در معصوم انگیزه گناه وجود ندارد بلکه عامل بازدارنده از گناه در وی موجود است، سرزدن گناه از او وقوع معلول بدون علت تامه است. بله، هرچند که اونها اضافه بار خیلی دارن، خیلی اضافه بار اونها باید ببرن، حمل کنن، ماها راحت داریم. اونا اونقدر اضافه بار دارن که برای کشیدن اونها و مؤاخذه های شدیدی که می شود نسبت به اونها، کنترل شدیدی که نسبت به اونها می شود. اون که در قیامت می فهمد که از جاهل می گذرن صد تا یا چند تا را رقمش یادم نیست، 70 تا، بله، از عالم یکی هم نمی گذرن. این زالان مردمان غیر عالم راحت ترن از اونایی که عالمن. شخص است دیگه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه، گاهی خیلی مرد باحال بود. ایشون ولو چیز نبود، مشهور حالا به زهد و نمیدونم اینجور چیزا نبود، عالم علمی بود، ولی انصافا مرد وارسته عجیبی بود، خیلی اصلا به دنیا توجه نداشت. گاهی همینجور میگفت من گاهی این کارگرها را که میبینم سنگکی دست گرفته است، دست گرفته است، اصل است، میاد خانه به ایران قبطه میخورن، میگم این دیگه کارشو کرده، حالا انشالله کارشون درست کرده، یه سنگک گرفته میره با زن و بچهش خوشه با همین سنگک. که اون مسئولیت ها و گرفتاری ها و مشکلات اینا از چی؟ من عهد خودش اینه که سخته، سنگینه. لذا در قرآن کریم یک سوال عمومی هست، یک سوال خصوصی. یه آیه داریم که از مرسلین و انبیا به طور خاص سوال میشه، ولو از بقیه هم سوال میشه. اینا هست، یعنی اینا رو که شما کنارش قرار بدهید میشه که مسئله حل میشه. امتحان سنگین است، سنگین تره، مقامات بالاتره. یعنی اینا لا حد اقل هاست، حد اقل ها و آب خوردنه، اما حالا یه مراحل بالاتری هم هست، اون مراحل بالاتر سنگینه، اون خیلی مشکله. اونجا لذا اکتساب دخالت داره. حالا این بحث مفصلی است، آیا اکتساب هم هست؟ بعضی محققین علما بزرگان میفهمن بله، در بعض مراحلش اکتسابیه، اون قدر اولش، سطحش، کفش اکتسابی نیست، اما بعدها یه چیزایی رو هم کسب میکنن، یه مقاماتی رو، انبیا معصومه، این هم هست. عرض کردم به لحاظ اینکه اونها بالاخره اولا به لحاظ ذاتشون بشرن، توجه تقلید میشه، امکان خطا داره، ولو وقوعا مجهزه به این سیانته. وانگهی یه مراتبی هست که در اون مراتب باید کسب بکنه اون مقام اسمت ها. لذا اگر قائل شدیم بعضی مراتب مراتب اکتسابیه، نسبت به اون مراتب اونم میشه مثل آدم نسبت به همین تقوا راجع به مراحل اولیه. چنین حالتی پیدا میکنه. خب، بنابراین تفاضلی امکان ذاتی را با امکان وقوع خلط کرد. و اما حرف آخر ایشون که دیگه حالا امت و علما و اینا واقعا اصلا اینم حرف بی اساسی است. سخن پایانی تفاضلی پایه است. زیرا اگر امت اسلامی یا علمای شریعت برای دفع ضررهای ناشی از نبودن امام کافی می بود، اصولا امامت واجب نمی شد. شما میگید اگر مشکلی پیش آمد امت حل میکنه، و اگر امت حل میکرد امام برای چی میخوان دیگه؟ این در حالی است که مهمترین دلیل وی خود ایشون و دیگر دانشمندان اهل سنت بر وجوب امامت این است که اگر امام نباشد برای جامعه اسلامی ضررها و مفاسد مهمی پیش خواهد آمد، و چون دفع این گونه ضررها و مفاسد در شریعت اسلام واجب است، پس نزد امام نیز واجب است. اصولا اجرای حدود الهی توسط امت یا علمای اسلامی امکان پذیر نیست و به هر جو مرج می انجامد، و امامت یگانه دستگاه لازم برای تحقق بخشیدن به هدف مزبور است.
از قدم در فقه اسلامی هم هست که این از شؤون امامه، اجرای حدود از شؤون امام است، نه کاری دیگران. از این آقای سیف الدین آمدی دیگه من بعد مطالعه کنید، از خود تفتازانی گذشت. اشکال اول بود و مهمترین اشکال این بود. اشکال دوم، حالا یه اشکال نقضی داره. اگر چون میخواد اجرای حدود کنه، رهبری بکنه، باید معصوم باشه، این ملاک در والیانم میآید. حالا میخوان از این روش ما استفاده کنن، ما روش را ملاک گرفتیم، ملاک را تأمین دادیم در امام، اینا برعکس میکنن. اگر شما شیعه میگویید امام باید معصوم باشه که اجرای حدود و فلان با مشکل مواجه نشه، اجرای حدود شأن القضات و شأن الولات هم هست، پس اونم باید معصوم باشه از این طرف. و حال اینکه شیعه قائل نیست، شیعه اسمت ولات و قضات را قائل نیست، پس ملاک اونجا هم میاد شما قائل نیستی، بنابراین دلیل باطله. امام قیاس استثنائیه. اگر اسمت امام لازم است تا اون اجرای حدود و اینها با خطر مواجه نشه با مشکل، اجرای حدود در ولات و قضات هم مطرح است، اون هم بس باید معصوم باشن به همین ملاک. و حال اینکه شیعه قائل نیست، این اشکال دوم. میخواید اون عبارت جبیلی بخوانیم دیگه، حالا عربیش چون نقل کردیم. کل ما یحاولون بهی اثبات اسمت الامام یلزمهم یا یلزمهم اسمت ولاتهی و قضاتهی و جباتهی للاخرجه، از این بر نقض میکنه. لازمه یا آنچه امامیه با آن اسمت امام را اثبات میکند این است که اسمت والیان و قضات و گردآورندان گردآورندگان خراج از سوی او را هم اثبات کنند. این حرف را باقلانی هم قبلا گفته، قبل از آقای جوینی گفته همون گونه که لازم نیست امیر سپاه و قاضی و گردآورنده خراج و صدقات از جانب معصوم باشد، معصوم بودن امام هم لازم نیست، زیرا او در این گونه امور وظیفه‌اش بیش از آنچه نمایندگان او انجام میدهند، نماینده برادر نه اونا اجرای حدود میکنن، اونا میکنن جمع الاخرجه میکنن، مثلا اونا هم فسخ میکنن. فرق سیف الدین عامدی هم گفته است لوش ترتت الاسمتو فل امام لامن متبعیه لوجب اشتراطها فی حق القضات و البلات ایزن، اگر اسمت امام واجب است تا پیروان امنیت پیدا کنند از این مسئله، لامن متبعیه، خب لوجب اشتراطها یعنی اشتراط اسمت در حق قضات تا مردم آرامش داشته باشند، نسبت به قضات تا نسبت به ولات مردم آرامش داشته باشند. اینم عبارت آقای عامدی. عبدالجبارم همینو به سبک دیگری گفته، عبدالجبار معتزلی. برق بزنید 230. امامیه امیرانی را که امام تعیین میکند معصوم نمیداند، بنابراین با این که امیر با افراد تحت امارت خود از نظر معصوم نبودن همانند است، ولی در اجرای حدود و احکام الهی از آنها ممتاز است. خب هرگاه از امیر گناهی سرزند که مستحق اجرای حد باشد توسط امام عزل میشود، امام نیز هرگاه چنین گناهی مرتکب شود توسط امت عزل خواهد شد. بنابراین معصوم نبودن امام با اینکه او نسبت به اجرای احکام و حدود الهی بر دیگران ممتاز است منافات ندارد. یعنی بیانش فرق میکنه ها، ولی لب حرف همانه. نقضه، نقضه که به ملاکی که شما میگید قضات و ولات و اینا را بایست معصوم بدانید و نمیدانید. این هم راجع به این اشکال دوم. پاسخ بازم همون میده سراغ اون دقته دیگه، اون دقته اینجا راه شاست. ما را متهم نکنید که شما از این حربه یه دقت استفاده میکنید. ملا صدرار از وان الله تعالی علیه میبینید که بعضی از جاها دیگه این مسئله را شما نمیفهم، که اصلا با یه عقلا نمیفهم، خب میخواد فهم نیست، این یه لطف قریحه میخواد، اونم ندارید شما. بعضی مسائل خیلی پیچیده ایشان دیگه طورش عوض میکنه. یه رویه این بنده هایی که مخالف فلسفه هم اینا، یه جایی ما یه جلسه باشون بحث میکردیم، میگه حالا ملا صدر یه چیزی حربه پیدا کرده، مطلعه که درست نیست رو میگه شما نمیفهمید.
بنده خدا میگفت ناراحت بودم ملا صدرا، گفتم نه واقعا هم شما نمیفهمید میفهمیدید بلکه میفهمید. گفتم بابا این حرفای حرفای دیگه ریسی سید دیگه است. ما هم میگم بابا دقت دقت کنید ولی نمیفهمید. با دقت در سخنان امامیه روشن میشود. من وقتی به این حرفای آقای سروش برخورد میکنم خدا شاهده از بیدقتی ها قلم اندازی هایشون به قدری ناراحت میشن که حد نداره. یه آدمی ادعا میکنه محققه، اصلا در نقل مطالب همینجوری میگه چش بسته، میگه المیزان اینجوری گفته، میگه المیزان رو نگاه میکنه میگه اینجوری نیست، با آیت الله سبحانی جواب میده، میگه شما که گفتید و علمک ما لم تکن تعلم، برخلاف آقای سبحانی که همه چیز را یاد دادن، نه این جزئیه است، به حد مهمله است، نمیدونم کنم ما رفت سراغ حرف آقا نکنه ایشون چنین استدلالی کرده باشه، این اصلا آبروی حوزه رو میبره، آیت الله سبحانی اینجوری استدلال کرده باشه واقعا خیلی خرابه، که و علمک ما لم تکن تعلم یعنی همه چی حسن دیدیم بابا که این بنده خدا اینجوری گفته آیت الله سبحانی، ایشون گفته است که شما میگی طبیعیات قرآن خطا داره الهیاتش نداره، میگه این و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، میگه اینا رو که خدا یاد داده فضل خداست، مگه میشه فضل خدا خطا توش باشه؟ حرف حسابی است. ببین شما حالا چجوری نقل کرده آدم هم بیرون شاخ در میاره. بابا این حرف آیت الله سبحانی، این حرف پاکیزه ایزو 9002 استاندارد بین الملل، حرف دقیقه. آیه سوره دقت انصافا تخفه است. علل عالم و للمحقق واقعا تخفه خیلی خیلی بزرگیه. لذا بعد ما سعی کنیم که انشالله اهل دقت باشیم. علامه طباطبایی این ویژگیش دقته. المیزان یکی از ویژگی‌هاش همین دقت های ایشونه. یه جور دقت هایی میکنه به کلمه به آیه آدم میبینه از اون بقیه هم رد شده رفته. این برکت ایجاد کرده من. واقعا دقت میخواد الان. پای نداریم. نه دیگه آتش قصد شد کنن. میدونی چیه اون. حالا یه شوخی بکنیم دیگه اون ما محکم جواب کردیم دیگه عقب نشینی که مثلا نه بس شوخی کردم دیگه ایشون عقب نشینی اهل عقب نشینی اصلا نیست آیه سروش زمینه فراهم بشه دوباره از یه راه دیگه یه چیز دیگه میگه امکان نداره با طبعی که من میشناسم ازشون رو عقب نشین بکن نیست اصلا والله العالم اون مقدار که نشان میده حالا خدا میدونه عاقبت کارو خدا عاقبتش خیر خیر کنه منم دعا میکنم شما هم دعا کنید خدا انشاءالله عاقبتش خیر کنه عاقبتش خیر بشه انشاءالله بگذاریم حالا این حرف بود دیگه با دقت در سخنان امامیه روشن میشود که در برهان امتناع تسلسل بر لزوم عصمت امام هیچ کدام از نکاتی که در اشکال دوم مطرح شده وجود ندارد آقایان شیعه اوله برهان تسلسل شما رو این مبناست که حدود بعد اجرا بشه میگه نه ما اصلا به حدود چیکار داریم میخواد اجرا بشه میخواد نشه ما اگه کلمه اگه گفتیم ما یک سوال حسابی کردیم آیا نیاز به امام معصوم بودن یا معصوم نبودن تمام شد رفت یه حرف عالم داریم میزنیم برو شما حل بکنید اگر شیعه میگوید امام باید معصوم باشد باید نه ما چه گفتیم ما جواز خطا بودن میدونیم برای امام رأس کله بقیه معصوم نبود امام معصوم بالا سرشون کنترل میکنه یه دونه معصوم قضیه رو حل میکنه مشکلی نداره خطا کرد عزلش میکنه اجرا میکنه اما اگر امام معصوم نبود چیکار بکنیم اون تسلسل به وجود میاره اما اونی که امام الکل است معصومه نظارت میکنه اجرا میکنه خطایی شد اشتباهی شد او عزل میکنه رفع میکنه نه مفسده ای به وجود میاد نه هرج و مرجی نه عدی زمین میمانه چون امام معصومه برای همه نظارت داره ولایت داره چه مقایسه ایه یعنی متکلمان امامیه از این نظر که امام مجری احکام و حدود الهی یا عهده‌دار امور مربوط به نظام سیاسی جامعه اسلامی است عصمت را برای امام واجب ندانستند که بگید آقا این ملاک ها اونجا هم هست مجری حدود اونم مجری حدود مجری احکام ما کی گفتیم این را ببینید تا گفته شود والیان و امیرانی که امام برمیگزیند نیز باید معصوم باشن نکته اساسی که در استدلال متکلمان شیعه هست این است این که وجوب امامت را چه بر اساس قاعده لطف که حالا آقای حاشوتنی میگه قاعده لطف ما رو میخواد لطف باشه میخواد نباشه اصلا تو اصطلاحات رو ما درگیر بشیم
چه بر اساس اینکه امامت مقدمه تحقق یافتن مقاصد شریعت که آیین اهل سنت میگن در زمینه حفظ نظام اجتماعی امت اسلامی است، دو چیز زمینه ساز این جنبه ها میباشد. اون زمینه سازی مهمه، ریشه، یکی این که افراد جامعه اسلامی مکلفند، دیگر این که خطاپذیرند. این زمینه رو اینه فراهم میکنه. نقش عدم عصمت به ویژه درباره برپای حدود اسلامی آشکار است. معصوم که دزدی نمیکنه، معصوم که زنا نمیکنه، معصوم که تهمت نمیزنه، ملاحظه میکنید پس این حدود اجرا بشه میشه به عدم عصمت. پس معصوم نبودن مکلفان دست کم، حداقل دست کم، یکی از اسباب نیازمندی افراد جامعه اسلامی به امام است. حداقل قضیه است. هرگاه امام معصوم نباشد همین دیگه و استدلال دیگه روان شد. خب این ملاک اونجا هم هست. این ما که نگفتیم که برای اجرای حدود بعد معصوم باشه. کی گفته این را؟ که میگه آقا اینا میگن برای اجرای حدود امام باید معصوم باشه، والی هم مجری حدوده، پس بعد معصوم باشه. ما که اینو گفتیم؟ ما گفتیم زمینه خطا نیاز به امام را میاره، امام هم اگه زمینه خطا داره بعد امام میخواد. چرا اینو شما جواب بدید؟ ما اینو گفتیم. بعدین چرا شما اصلا منحرف کردید استدلال شیعه را؟ کاری به اینو نداره. بنابراین اشکال متکلمان اشعری و معتزلی با تعبیرهای گوناگون آن در برهان امتناع تسلسل بر عصمت امام از بی‌دقتی، ببینید گفتم دیگه بس، از بی‌دقتی در رکن اساسی استدلال، استدلال متکلمان امامی سرچشمه میگیره. اون ریشه را پیدا نکردن، ای رفتن چسبیدن این فروعات، یا استدلال میکنن یا اشکال میکنن. اون ریشه را پیدا کنید، شما سکوت، اگر آدم منصفی باشه باید سکوت کنه. وقت چون گذشت، 98، اشکال سوم و اینا آسونه دیگه، ان مع العسر یسرا. اون اشکال اولی مهم بود، اون اگر اینا خوب و انشالله تصویر کرده باشید مباحثه کنید، باید خوب مباحثه کرد، با سر و کله هم زد، گفتگو کرد، جدل کرد، خوب پخته بشه. اون اگر واقعا هضم کرده باشید و درست تصویر شده باشید دیگه بقیه حله. اینا رو یاد مطالعه بفرمایید. فکر میکنم با مطالعه شما اینا حل شدنی است که به لطف پروردگار. اشکال پنجم قبلا بحثش کردیم آیه پوررضایی. اشکال پنجم را که صفحه 203 هست قبلا در صفحه 87 بحثش کردیم. از پنجم که بحث کردیم، این دو تای دیگر آقایان مطالعه کنید که مهم نیست خیلی اشکالها. اگر نکته‌ای نداشتید، فرمایشی نبود، برویم سراغ یک دلیل عقلی دیگر، برهان چه؟ حفظ الشریعه. حالا اونجا هم دوباره بحث داریم، صحبت داریم به امید پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.